همونطوری که در مسابقات تو پسی پردیس رو دنبال میکنید متوجه شدید که از بازی های گروهی تونستم مستقیم بیام تو جدول اصلی رفتم توی 16 نفر 16 نفر چه اتفاقی افتاد میتونی بری ببینی و اینجا در جمع 8 نفر یک موضوعی رو هم تأکید میکنم تمام دوباره تکرار میکنم تمام مدعی های بیلیارد تهران در این مسابقه حضور داشتن همه بلا استثنا همه حضور داشتن و اینکه الان بریم بازی در جمع هشت نفر رو نگاه بکنیم و ببینیم که کتن کیه بریم با هم دیگه این بازی جذاب رو نگاه بکنیم بله بازی دیگه ریس تو هفت نیست اولی یا گروه یا ریس تو پنج بود تو 16 نفر ریس تو هفت بود و اینجا ریس تو هشت با چه شخصی بازی میکنم؟ لاروین میرنوروزی، فامیلیش قطعا برای شما آشناست لاروین عزیز برادر محمد میرنوروزی هستش که باهاش بازی کردم توی اسنوکر کپی برادرش قبل از اینکه بازی شروع بشه کپی برادرش با عدب با شخصیت ساکت اصلا عالی و بریم که با هم دیگه ببینیم چه اتفاقاتی رقم میخوره توی این بازی و با لاروین عزیزم کلی کیف کردم بازی کردم و ببینیم چه اتفاقی میفته به شدت بازیکن خوب با چوب اسم بازی میکنه و خیلی استایل چغری هم داره توی ضربه زدن استایلش رو ببینیم و همین دیگه هر کس هش این ببرست چیزی که میتونم نکته که میتونم مثلا تو بازی الان به شما بگم خیلی هم من با تاکید این کار رو انجام میده پاز آخر ضربهش رو ببینید خیلی پاز طولانی داره به ما معمولا میگیم پاز بیشتر از نیم ثانیه میشه شک ولی مثلا پازهای لاروین حداقل یک ثانیه تا یک سانیه و نیم یک ثانیه و نیم هستش ولی خب اینطوری راحته اینطوری میزنه و خوبه دیگه ب... بریم تو قلب بازی ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تو رو همه رو زد رسید به توپ ده بوم کلا خوب میزنه او 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 یه نمه پاورش بیشتر بود کیوبالش صد می و احتمال افتادن کیوبالش واسه کنم بیشتر این رو حساب کرد یعنی پاکت این رو حساب کرد که آه حالا معروف توپش این ور نیفته بریم به سراغ فریم دو و. فریم اول رو من واگذار کردم نه یک ضربه بعد یک ضربه اصلا خوب نبود خیلی با فاصله زدم دست شب هم هستش لاروین میخواستش که از پشت ضربه بزنه و توپو بندازه توی کورنر پاکت و خیلی افراد زیادی هم هم دور میز بودن هم تو مسابقه شرکت کرده بودن و میگم تایم شلوغ باشگاه هم بودش بکنم یک کوچولو ساکت باشن از سر و صدای اونجا متوجه میشین که چطوری بوده سه رو هم زدم رفتم سراغ توپ چهار حالا میگم ایشالا من یه چوب خوب تهیه بکنم اصلا خودتون اتوماتیک وارد همون مثل چوب اسنوکر هم که تغییر رو احساس کردید کاملا توی بیلیارد هم صد درصد اینو قشنگ با چشم خودتون میبینید که چقدر یه چوب میتونه تاثیر بذاره اصلا این چوبی که دست من هست اصلا پاور نداره این تا در این حدود بگم خب تا اینجا قصه تونستم اه... تا توپ هشت بزنم حتما توجه کنید که سریع خطای لباس انرژیاتون حرام نشه به نظر خودم ضربه خوبی نیست هم توپ ده و جاشو بد کردم هم پشت نه نیست مجبورم بلانک شات بزنم بله یه ضربه خوب نو خوب زدم تا اونجا که تونستم با استان کشیدم پشت ده آیا میفته بله ده هم زدم ریکلا بریم بریم به سراغ فریم سه به نظرم نوه خیلی خوب زدم با ضربه اینا کاری که انجام میدم با ضربه استان یه کاری میکنم یکم یک حد نوه گوشه تر هدف گیری میکنم که با کیوبال بکوبم تو بان که بتونم صاف بیام تا اونجا که میتونم خونم پرت کنم به سمت توپ ده اینجا بریک میکنم بریک بدی نبود ولی توپی نیفتاده و نوبت و عوض بشه مثلا کلن من از آدم های ساکت آدم های خونسرد آدم های که کم حرف من کلن خوشم میاد ده ضربه بدی زدم چه ضربه بدی زدم خطا خب نمیره برای اسنوکر که الان البته که میتونه الان تو پاشم بزنه هر موقع که خواست این کار انجام بده حتما نباید همون او ضربه اول که اتفاق بیفته توپ دو جای جذابی نیست بعد بزنه چی کار کرد؟ توپ دو اونجاست خوش ماس کرد درست میگم رفقا؟ فقا آره خیلی اینو ضربه رو بد زد و خطا خطا چرا؟ خاطر اینکه بعد از اینکه خورد به بان... بعد از اینکه خورد به تو به باند برخورد نکرد بچه به این نکته هم توجه بکنید خیلی از عزیزانی که بازی ها رو چه بیلیارد رو که رو نگاه میکنن با ما خیلی ها قوانین رو بلد نیستن اگر میگم بدونید که دارم برای اون دوستان توضیح میدم قانون رو کامل نذاریم ما که اینو میدونیم میدونم میدونیم یه سری از عزیزان نمیدونم قربون شکلت بریم ف... نمیدونم احتمالا نداشته ولی خب ماسک میکنه احتمال زیاد 99 درصد با توجه به چوب اسنوکری هم که دست لاروین هستش احتمال زیاد اسنوکر هم بازی میکنه ما معمولا بازیکنامون دو منظورن خیلی اه... تک داریم بازی که فقط فکوسشون رو بیلیارد باشه مثلا خیلی هم مثل هم بیلیارد بازی میکنن هم اسنوکر خیلی فقط اسنوکر یه سری هم فقط پاکت نظر شخصی خود منو میپرسی کلا سوئیچ کنی روی ورزش چه اسنوکر بازی میکنی فقط اسنوکر بازی کن حتی دست به چوب بیلیارم نزن بیلیار هم بازی میکنی که دیگه چه میگن اسنوکر هم بازی میگن بیلیارم بازی میکنی به چون دست به چوب اسنوکر نزن من داستانم فرق میکنم من رسانه من دارم تولید محتوا میکنم مثلا قسم زن... همه چی فرق میکنه بله توپ خوب میزنه اگه بخوام که مسابقه مثلا چه میدونم خیلی اتفاق دیگه بیفته اصلا نباید فیلم برداری کنم من حسن حواسا نباید به شارژ دوربین و صدا و زاویه و اینجور جنگولک بازی ها باشه که باید فکوس فقط بازی باشه ولی میگم قصه من فرق میکنه قرون شکلت تمام هم تلاش همون میکنم که چه بیلیارد بازی بکنم چه سنوکر باری کلا خیلی خوب خیلی مسلط حالا خودمون چه بد بدنیه لاروین بریم بریم به سراغ فریم چهارم و دو یک لاروین عزیز کنم کیوبالش بیافته بله ده هم افتاد ده و ببریم بزنیم روی اسپات خودش و اینجا کیوبال دست منه شرایط میز رو خوب دیدم شروع کردم به زدن و اسم ماسکش نکردم خب این دو چهار کجاست آها آه چهار اینجاست خب بچه میگم که توپام هم با هم فرق میکنه دیگه دیدین توی یه بازی مثلا چهار صورتیه فرق میکنه دیگه اوکی این چهار من میگم واقعا منتظر بازی های پشت ریزونی از من باشید اگر که چوب خوب تهیه بکنم وف یه شلیک افرو واه نه چرا لعنتی چرا این لعنتی با ما سر ناسازگاری زد خب ماسکش کردم دیگه او میخواد از باند بزنه برو کلا آیا میزنه؟ واه نزد اگر میخونیم ور اوکی تر بود خب ببین اینجا من میتونم بگم خودت بزنم میتونم خودم بزنم و خودم انتخاب کردم برای ضربه زدم وای وای چه شانسی آوردم اصلا شکه شدم چرا من اون توپو نزدم شانس شانس که آوردم که بزنم خورش مستقیم میزنه نه خب ماسک بوده باری کلا ولی اگرم چیز نمیشد فکر نمی کنم توپ میشد چون اونقدر زور نداشت که بیاد دم پاکت وایسته چه کجا دارم میزنم چی شد این خطا نشد اول خورد به هشت بعد خورد به یا اول خورد به بعد خورد به هشت نمیدونم خورد لاروین هم قاعدتا داشت نگاه میکرده اگر که خطا میشد صد خودش میگفتش که خطا شده الان دیدم یکم تعجب کردم این دقت نکردم در واقع نمیخوام ویدیو رو هم بزنم عقب ای توف تو این بازی ای توف تو این بازی انقدر قشنگ بزن توپ اونجا نگه کیوبالت بیفته ای ای ای. ای, ای. ای ای ای, 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 ای. واه چه شانسی آوردم چه شانسی آوردم اگر این ور ده میخور صاف ده همی آورد تو پاکت ولی خب این هم توپ حالا نسبت به اون آسون نیست ولی بله مثل قند میزنه سه یک خیلی هشتو بد زدم همینجا که این ور بایستدم داشتم هشتو میزدم دیدین که چقدرم پایین موندم کپ کردم که چرا ما یه همچین آه... کاری کردم بریم بریم سراغ یه چی دیگه فقط همین آژیر ماشین رو ما کم داشتیم وسط نقد و ورسی بریم تو دل داست او, 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 او چی شد چی شد آه احتمال خیلی زیاد ضربه پوش اعلام کرده و ضربش رو زده توپ دو میزیم هم که داریم بازی میکنیم چیه؟ نمیدونم شبیه ویراکاس ولی نمیدونم خب اینجا چون میزا همه یه دست یعنی یه مدل نمو مثلا اون باقلیه شندره نه 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 چی جامپ سمی بود من زدم اصلا خود همین یعنی اصلا خریدن چوب جامپ واجبه چوب بریک واجبه اینا اصلا چی میگم مستلزم اینه که یه پکیج کامل تو دست و بالت باشه که این جوجه ها گیر نکنه اما میزنه میاد پشت توپ هفت و بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره کنم این دوزگیر ماشین قراره یه نوازشی بکنه روح و فکر ما رو هفت رو میزنه پات میکنه اما زاویه خوبی واسه هشت نمیگیره اگر بزنه رو پات قبیه زده و بله توپ هشت رو هم خوب میزنه و میاد پشت توپ نوف کنه میکنم برشی داشته باشه و اینجا یه نقد و بررسی میکنه ببینه که کجا بزنه بهتر هستش و میگم بچه خواست خواهی میکنم بابت این دوزگیر ماشین و هیچ حرفی ندارم بزنم اوکی یه لانگ شات میده برای توپ نو آیا میزنم یا نه خیلی توپ سختیه جان و... آف... وای, 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 وای 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 چرا این نوه چقدر خوب زدم نوه رو تنها کاری که میتونستم بکنم همینه و اینجا فکر کنم نه اوکی چیکار میخوام بکنم ببین اینو باید خیلی کالباسی کالباسی این حالت ممکن فقط نوبت رد خب چقدر دارم دقت میکنم فقط میخوام بهش بخوره ب... یعنی بماله همین چه تمیز تمیز مرتب منظم این دیگه قشنگترین ترین حالتی بود که میتونستم توپو جدا بکنم کجا میخواد بزنه لاروین فکر کنم دبل خونده بود کورنر پاکت و اوکی توپو به من میده امیدوارم که امیدوارم که میزنم یه قاعدت هم دیگه این توپو بزن بله بله ببین با یه سیف خوب میتونی قشنگ بازی رو در بیاری بریم به سراغ فریم ششم سه دو لاروین جلوه و اگه تا اینجای ویدیو لذت بردید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه که کلی عشق انرژی به ما بدین انگیزه بشه از این مسابقه ها بیشتر فیلم برداری بکنم و بیشتر براتون فیلم بذارم بریک میکنه توپ میفته و میره سراغ توپ یک شدت متوجه شده پات قوی داره لاروی و با چوب اسنوکر هم که بازی میکنه بچه یه فکتی هم که هست بازی کنه این که دوست ندارن دستشون خراب بشه یه جورایی با چوب اسنوکری که اسنوکر بازی میکنن بیلیارد هم بازی میکنن که آقا این دسته به هم نریزن نظر وز از نظر ظاهر خیلی دلایل دیگه داره این هم میتونه برای لاروین صدق بکنه حالا توپ چهار چسبیده به گه، گه، چقدر وای بد 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 خیلی بهتر از این میتونستم ضربه بزنم میخواستم کنون, کنون کنه بازشه نشد خب آیا ماسک کردم فکر میکنم ماسک شده باشه اصلا اینو میگه بله ماسک شده ولی ماسک سختی نیست خیلی راحت میزنه و در میاره کنم توپو دارم من قشنگ بکسپین دارم میزنم یا درجه یا استانه اصلا خب ها بکسپین های منو دیدی؟ او این نمیاد خب من چیکارش میکنم؟ حالا من, من زده چسبیده بود به باند حالا بعدم نشده میخوره به باند این شکلی میام پشت توپ شیش بعد بزنم و برم سراغ توپ هشت آه. بله زاویه خوب باید با یه ضربه درگ نگرش دارم که بتونم نوه راحت بزنم ببین ضربه درگ اینطوریه که تو اف قبل از اینکه برسه به توپ تموم شده اون چرخش رو عقبش و اینجا با یه اچ دو آف راه نیومد راه نیومد مسیر رو درست اومد پاور کم بود بله سه سه تونستم بازی رو به تصاوی بکشونم بریم به سراغ فریم هفتم بازی جفتمون فکر کنم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه بریم تو جمع چهار نفر پایانی واه این شد یه برک جوندار که هیچ توپی نیفته دیده توپ توپو کامل تکون دادم بچه اون مسلسه آه، این چرا نیفته با مسلس هیچ وقت شما نمیتونید به اندازه ماجیک رک چیز کنید درست و دقیق تو پا رو قرار بدید خب میره سراغ توپ یک تو یک رو پات میکنه احتمال کنون وجود داره آیا میخواد پلنت بزنه یا همون کمبو خودمون بله کمبو میزنه ده همین میندازه هیچ اتفاق خاصی نمیفته فقط نوبتش سیف میشه ده میاد سر جاش و به ادامه تو ضربه زدنه شده اون بریک خودم باه توپه دو رو میزنه توپه سه اینجا چهار پنج میز میزو خوبیه فکر نمی کنم بکنه میزو یعنی میز لاربین رو کنه بچه این مکس خیلی نکته مهمیه یعنی اصلا تو بازی تو مکس نداره ضربت اصلا بدون که اصلا نصف ضربات رو حواس مکس یه جوری مثل چیزی مثل چکاپ آخر هست که آقا اه! واو 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 شانسو ببین شانسو ببین چه میزی رو میز کرد چه میزی رو میز کرد وای بدترین جا برای لاروی و بهترین جا برای من بود برای میز کردن ای. خب نزدم خب نزدم بعد یکم کیوبال خوشو میکشید میومد این ورتر و یه هشت خوب و یه ده سخت ده سخت چی کارش کنم ده سخت آیا ده رو میزنم یا نه یس 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 باریکالا حالا یه فریم من, من میافتم جلو چهار سه من اونجا داشتم میزه چیز داشت از این شماره ها داشت رو اون داشتم حک میکردم که چه میگن اسکور اون چند چندیم بریم به سراغ فریم هشتم بازی ضربه پوش ببین تو زر... اگر میخوایم بدونی پوش چیه برک میکنی توپت نمیفته حریفت توپ یک روم یا توپ نوبتی که هست دو سه هر چی که هست نداره میتونه اعلام بکنه ضربه پوش بزن اصلا به چی نخوره بزنه به یه توپ دیگه بخوره بزن اصلا یه توپ دیگه بیفته اوکی اه و خطا نیست و همین سادگی حالا بعد از ضربه پوش چه اتفاقی میفته میتونه خودش دامه بده میتونه بگه تو بزنی تمام بریم تو دل بازی توپ دو رو داره میزنه ببینم توپ کجا این سه چهار پنج شش. ببین میز سختی نیست چون همه تو بازه بعد ببینید سلیقه بازی کن چیه چطوری تصمیم گرفته از چه زاویه ای برای چه توپی نگه داره واو واو بهترین حالت برای ماسک کردن چقدر قشنگ زدم آفرین بچا اینا رو بعدا باهاتون کار میکنم <applause> چرا اصلا شما بعد میگم فشار بازی رو باید در نظر بگیرید این نکته مهمیه اون طرف هم فکر میکنم کاوه زرکانی داشت با کی بازی میکرد یادم رفت رفت حواسم به این بازیه بود بچه دروغم نگم امروز مسابقه ناین بال رنکینگ قهرمانی تهران بود و من دیدم این چوبه اذیت هم میکنه و اون تلاشی که میخوام بکنم بی سمر میشه با این چوب خیلی داستان داشت یه دونه دیگه اصلا چوب اومد دستم تو بار دوبه دوزیده شد توی فرودگاه دوبه حالا گم شد دوزیده شد همه اینا دست به دست هم داد که من مسابقات رنکینگ رو نتونم شرکت بکنم و یه بعد یه فکر اساسی به حال این چوب و پکه پکیج یه دونه چوب نیست پکیج چوب باید کردش و اینجا میز رو میزنه و پاوم بازی رو به دوباره به تصاوی میکشه بازی به اوج اساسیت خودش داره میرسه و چهار چهار با هم برابره باز هم من از مسئولین باشگاه تشکر میکنم و خسته نباشید بهشون میگم بابت برگزاری این مسابقه بریم به سراغ فریم 9 بازی بله بالاخره تو این برکه بچه عبده بگم تو تو, 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 تو توی اسم خوبی داره توی تنبال کلا سخت تو انداختن تو برک چرا من این ضربه را اینقدر بد زدم تو به این آسونی و عجیبه واقعا عجیبه به. یکو میزنه و آخ 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 آخ, آخ, آخ. کیوبال نمیافته توپ دو رو میزنه و توپ بره سراغ توپ چهار چیزی که هست فول باله ولی میندازه زاویه پنج بر شیش خیلی مناسبه قشنگ با یه سایت میتونه حل و فصل بکنه موضوع رو نمیزنه پنجا نمیزنه و نوبت برمیگرده این از توپ پنج تونستم بزنم تو پفتا د... اوخ 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 ماسک شد ماسک شد لاروین آی چه دو جا بعد توپ برگشت اوکی میزنه از حالت اسمیکرام خارج میشه خب هرچی نه. نه. نه 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 چقدر کم بیشتر با باند فاصل داشته من راحت تر میتونم بزنم توپ نه چسبیده موقعیت خوبیه برای اینکه پاتش بکنم کنم بله نوهو می میزنم ولی امان از پاور امان از پاور چیکار میخوام بکنم نه او که میخوای بزنه کورنر پشمام پشمام چه دیهی زدم وای چه دیه خوبی زدم بریم بریم به سراغ فریم ده بازی فقط لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه این مثلا لاروین داره با مسلس میچینه اینطوری راحته یه این موقع من اصلا بازیکن، چه میدونم دقیق چیدن با مجیک رک رو نداره سلیغه کاملا اصلا یکی با دست بچین باید درست بچینه ها تو قوانین داره برای چیدمانش خب اینجا توپ یک رو میزنه توپ دو اینجا یه کار الان یادم افته اینجا یه یه کاری بکنم چی بود چون انقدر سه رو عقلم میرسه که دو رو اونطوری نزنم یه کاری میخواستم بکنم یادم نمیاد آها 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 آه. من اصلا نمیخواستم بندازم توپ و میخواستم ماسک بکنم توپ دو افتاد باری کلا چه سی میزنه الان یه افتاد خود من دور اونطوری نمیزنم بیام برای سه خیلی توپ ساده ای بودش که این چهار این چهار این پنج خیلی خوب و تمیز فیکس میاد پشت توپه شش ولی هفت فقط این ور داره البته کمبو داره ولی کمبو به کارش نمیاد کنه. آه! چه شیشی نزد چه شیشی نزد اینجا هفت رو میزنم واه واه صاف پشت هشت خب بچه ها اونجا رو دیدین بس اینجا رو بزنم بچه ها اینجا رو ببین بقل میزو چند نفر در راه میرن که حتی من اطرازم هم... چه هشتی میستادم چه هشتی میستادم البته هیچ قصد و قرضی توی اون دوستانی که داشتن راه میرفتن نبوده اینم بگم وای پسر نزد پسر نوهو نزد و, فشار و این فشار بازی اینطوری میشه ها که بازیکن به این خوبی اون توپ نوه نزنه حالا صد بار بزنه اون نوه میزنه خب ولی خب شانس گند من ماسک شد و اینجا رو خطکش خطکش و این نو ده اوکی بریم با هم دیگه پنج پنج خیلی راحت بعد میشونیم شیش چهار حالا الان توضیح نمیدم که دقیقا چه اون سه نفر که داشتون میشدن میشونن چه اتفاقی افتاد ولی آخر بازی براتون قطعا توضیح میدم بریم به سراغ فریم یازده بازی ببینیم که چه اتفاقی رقم میافته کیوبال افتاد به نظر خودم که باید شیش چهار میشدیم حداقل تو این فریم خب. نه نه نمیتونه بزنه اوه چقدر خوب زدم اینو چقدر خوب زدم و ماسک ازش از میکنم و ببینیم در ادامه مسیر چه اتفاقی رقم میخوره آی 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 آی, 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 آی. کنان کرد با اون توپا و اوه چقدر اختلاف چقدر اختلاف و بالین هند و بالین هند به پنج پنجو میزنه نه پاورش زیاده و پشت شیش وای نمیست میخواد چیکار بکنه میخواد بندازه یا که میخواد ماسک بکنه آه کل خوب زد ولی نیفتاد خوب زد ولی نیفتاد چرا این توپ بعد بیفته؟ چرا این توپ بعد بیفته؟ تجربه برای من شد که این توپ‌ها رو همیشه هم همه رو باید با چیز بزنم با ساید بزنم که وقتی کیوبال میخوره آخه ساید ندادم که چرا ساید ندادم کلا ساید ندادم به خاطر گفتم میخوام بیام به این باند بخوره بیاد پشت مشکی بیاد پشت هفت اگه باند می... اگه ساید میدادم میخوره به باند جلویه آه اینجا نو هم میزنه ولی زاویه خوبی واسه ده نمیگیره چیکار میخواد بکنه میزنه برای که دبل واه. نمیفته منو کجا گذاشت منو کجا گذاشت یا خود خدا یا خود خدا چه غینو خوب زدم چقدر اینو خوب زن خب این همه اسنوکری این چیزهایی که میبینی اینقدر موی میزنم و اسنوکر این داستان ها اینا رو اوه از همونجا میخواد شروع کنه به دبل زدن میزنه توپ سختی چیکار کار میخواد بکنم دبل یا مستقیم یا اصلا چه میگن ماس نیه سیف کدوم تو خوبی وای وای, وای. 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 چقدر خوب زدم چقدر خوب زدم بچه دیدین ده, ده کجا بود من هیچ وقت نمیدم بازی کن اه. این قبول کنم فریم یک به یه میلیون میدم که آقا میس بده یک به یه میلیون اوکی دوباره من عقب افتادم 6-5 بریم ببینیم که چه اتفاقی می افتاد توپا 9 افتاد اینجای سه نه اینا همه رو همه این زراباتو من رو بزنید به پای چوب بعد چوب خیلی بد حالا شاید الان یه سری اونا که من نمیشناسم بگن خب خوب برو یه دونه چوب بخر برو فلان کن بیسان کن ال کن حرف قشنگی میزن حرف قشنگی میزنم. چشم لینک دونه توی دیسکریپشن اینجا یه شیشه خوب میزنه هفتم میزنه میره سراغ تو به هشت فریم فریم حساسی برای من و این ده ها بزنه میره لب مرز وای میسه میزنه بریم به سراغ فریم چند سیزده خب خدا رو شکر کیوبا این همه توپ کیوبال فقط افتاد تو میافته دست لاروین عزیز نه سه بریم به ادامه داستان ببینیم که چه اتفاقی رقم خوردش خب تو به پنج رو نمیتونه بزنه شیشه خوب البته خوب نیست جا دست ندارم شیشه خوب نبود خوب پات کردم ولی کیوبال نمید میچسید به باند هفته بعد هفته بعد هر چقدر از عمق بد بودن این هفته بگم کم گفتم هفتم میزنه هشت نو و اینم از توپه ده و تمام تمام خب رفقا من تو جمع هشت نفر باختم و اینکه لاروین عزیزم رفت در جمع چهار نفر و سه تا نکته بود چهار تا نکته بگم در واقع باعث باختمش اول از همه چوب دوم دو از همه چه اتفاقی افتاد میخوام تجربیات هم استفاده بکنیم دومی دو باخت من سر این توپه بود که الان بهتون زدم ویدیو رو عقب گفتم سه نفر رد شد باید من باید وای میستادم باید من وای میستادم اونا رد شن یه گچ بزن دوباره برو رومیز چرا سر توپ حساس همون موقع زدی وقتی میبینی دارن رد میشن اوکی این یه دونه اینجا الان هم یادم افتاد که من چرا هفته رو انقدر بد زدم دقیقا یادم یه نفر پشت پاکت نشسته بود تا من چوب کشیدم عقب اومدم بزنم از جاش بلنش اینو درکشو بیلیارد بازا اسنوکر بازا میکنن که یه نفر تکون میخوره یا راه میره پشت اودال چقدر میتونه رو شما تاثیر بذاره اما من یه چیزی میگم چه اون شخصی که این کار کرد خب من که هنوز ضربه نزده بودم باید وای میستادم چه اونا که رد شدن باید وای میستادم چوبم که قاعدتا من باید تعویز بکنم پت من تا اینجا هر ستا تقصیر رو تقصیر خودم میدونم اوکی ولی یه چیزی اون وسط بود تجربه شد بر من چی شد میز بغل ما رفقایی که توی مال و مسابقه بودن من نفهمیدم چون اصلا توجه نمیکنم نمیدونم یه اتفاقی تو بازی افتاده بود باید جامپ میزد یا مثلا طرف جامپ نزده با بان زده بوده هی hey, اومدن جامپر رو تمرین کردن که آقا مثلا جامپر رو باید اینطوری بزنی جامپر رو باید اون شکلی بزنی ببین بالای 150 تا فقط تو نوبت اول جامپ بغل گوش من زدن که من وایس دادم دیگه تو ویدیو شما نمیبینید که من به مدیر باشگاه گفتم که گفتم که اینو یه کاریش بکنی به بچه های تذکری بدیم بابت چون من برم بگم خیلی جالب نیستش که آقا این کار انجام ندید حرکت جالبی نیست داریم بازی میکنیم گذشت تو 150 تا زدن یه پنج دقیقه دوباره خبر نبود دوباره 150 تا دیگه بعد صدای جامپ اینه چکش مونه تا تا, تا. بعد توپ بلند میشه دوباره توپه میخوره زمین تق تا, تا. تجربه من این شد آقا این تجربه رو شما کسب کنید اگر همچین اتفاقی براتون افتاد که یه حد شروع کردم به همچین داستانی جامپ زدن و این داستانی که خیلی چیز طبیعیه تو مسابقه بشینید رو صندلی تا موقعی که اون داستان تموم نشده بازیتون رو ادامه ندید بخاطر اینکه همچین داستان تو میشه و من سه تا مورد خودم قبول میکنم چه باز چهار رو میرم میگم مقصر منم که اونا داشتن جامپ میزنم میگی چرا میگم به خاطر اینکه من بعد میشستم کنار اعتراض میکردم تا اون داستان تموم نشده بازی رو ادامه میدادم به همین سادگی پس اولا که باید ببینید سر چی باختید و دفعه بعد چطوری میتونید اون مشکل رو حل بکنید و تکرار نکنید متاسفانه هست شدن از مسابقه کلی همش کردم به لاروین عزیزم هم تبریک میگم خیلی خوب بازی کرد کلی همش کردم باش بازی کردم هیچ کنم از این توج این که میگن دلایل باختم رو سر سوزن از بازی زیبای لاروین کم نمیکنه خیلی خوشگل بازی کرد کلی کیف کردم امیدوارم که شما هم از این ویدیو لذت برده باشید با لایک کامنت سابسکرایب و از برنامه حمایت بکنید که این برنامه ادامه داشته باشه دوستتون دارم تا یه مسابقه ویدیویی دیگه فعلا خیلی چکری عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هست که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هست که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش